استان خوزستان شروع شد. اهواز، اندیمشک، دزفول و ایزه. کم کم به استانهای دیگر هم کشیده شد. از جمله یاسوج در کهگیلویه و بویراحمد، درود در استان لرستان، شهر کرد در چهارمحال و بختیاری و فشافویه در تهران. اعتراض مردمی که به سطوح آمدند. کمرشان زیر بار تورم خم شده و سفره‌هایشان روز به روز خالی تر. مردمی که از عملکرد مسئولین جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، به فاصله طبقاتی اعتراض دارند و می‌گویند این حکومت را نمی‌خواهند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم. خوش آمدید به این ویژه برنامه صدای آمریکا که تمرکز داره بر اعتراض‌ها در ایران در پی افزایش دوباره قیمت‌ها. اعتراض به روند صعودی قیمت کالاهای اساسی و بی‌توجهی حکومت به وضعیت معیشتی مردمی که می‌گویند زیر خط فقرند و یارانه‌های جدید هم کفاف مخارج زندگیشون رو نمیده. اعتراض به تورم افسارگسیخته و قیمت‌های سر به فلک کشیده‌ای که راهی برای مردم نمی‌گذاره جز کوچکتر کردن سبد خریدشون. اعتراض ها به بحران اقتصادی در ایران که دو سه روز پیش از استان خوزستان آغاز شده بود، دیروز به استان های دیگر هم سرایت کرد، اما با برخورد و سرکوب مواجه شد و حالا خبرها حاکی از برقراری جو امنیتی در برخی از شهرهاست. شروع کن، اول بگو برای ما که امروز چه خبر؟ اعتراض های ادامه پیدا کرده؟ حتما، بر اساس آخرین خبرهایی که و ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در ماسور، خرم‌آباد، لرستان، اردبیل و روستای چلیچه در نزدیکی جونقان گفته میشه که اعتراضاتی برگزار شده. تصاویر از این اعتراضات منتشر شده. در تصاویر دیگری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده نشان داده میشه که حکومت به ارسال نیروهای سرکوبگر در برخی از مناطقی که شب گذشته شاهد اعتراضات مردم بوده در واقع دست میزنه. تصاویرش رو هم مشاهده میکنیم. یکی از این ویدیوها در شبکه اجتماعی بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت که با هم میبینیم. 2401 اعزام نیروهای سرکوبگر قیام گرسنگان، جاده نجف آباد. چقدر هم زیادن. اینا میخوان مردم رو بزنن، اینا خودشون جز مردم نیستن. نیروهای سرکوبگر قیام گرسنگان. برای تصاویری که دیدیم از ارسال نیروهای سرکوبگر به ایزه بود، شهری که شب گذشته شاهد درگیری‌های شدید بود و همونطور که در دیباچه خبر هم اشاره کردی، سرکوب شدیدی که از سوی نیروهای امنیتی منتشر شد. صفحه توییتری در واقع 1500 تصویر که حوادث و در واقع خبرهایی که مربوط به آبان 98 و جانباختگان آبان 98 رو پوشش میداد، در یکی از پست‌های توییتری که امروز منتشر کرده گفته و عکسی رو منتشر کرد از امید سلطانی، جوانی که گفته میشه که در اعتراضات شب گذشته گفتن که بر اساس شلیک ماموران جون خودشون رو از دست دادن. البته بگم که صدای آمریکا مستقلا این خبر رو نمیتونه تایید کنه. بله افشار، برای ما یک مروری داشته باش بر وقایعی که دیشب رخ داد در شهرهایی که اعتراض به وقوع پیوست و همینطور شعارهایی که دادن مردم. حتما، اعتراضات شب گذشته در شش دست کم شش استان برگزار شد. گزارش و تصاویر ارسالی به صدای آمریکا نشون میده که همزمان با اعتراضات در خوزستان، جمعی از مردم شهرستانهای استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، فارس و کرمانشاه در اعتراض به سیاستهای اقتصادی ابراهیم رئیسی و فشار روزافزون معیشتی به خیابون‌ها آمدند. شعارها علیه سیاست‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی در تظاهرات در فاصله زمانی کوتاهی به شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی مشکلات تبدیل شد. البته دیری نپایید که همچون رویه‌های پیشین نیروهای امنیتی تجمعات اعتراضی مردم رو به خشونت کشیدن. بخشی از این اعتراضات و آنچه که شب گذشته رخ داد رو با هم ببینیم. روز 22 شهر کرد چهارمحال و بختیاری. آه!
اکنون اندیمش اعتراضات مردمی. رسمن هم داره میبینید داره شلیک میخواد بکنه، رسمن داره شلیک میکنه. البته مهتاب رویه غیر از این انتظار نمیره، حداقل بر اساس مروری بر تجربه های گذشته، اعتراضات آبان 98، دیمای 96، اعتراضات کشاورزان اصفهان، همواره شاهد همین برخوردها بودیم. حکومت یک سری شیوه های مشخص داره، کندی اینترنت یا قطع اینترنت برای جلوگیری از انتشار خبرها، بازداشت، سرکوب، شلیک. نمونه کامل این سناریو هم ما همونجوری که اشاره کردم در آبان 98 دیدیم و خب به هر حال حالا این چیزی که در این اعتراضات هم شاهدش هست و حتی در اعتراض‌های معلمان که روزهای گذشته شاهدش بودیم.